آقای کادیر، منیر ترجی اومده. منیر ترجی اومده؟ باشه، بفرست بیاد. منتظر شما بودیم؟ همیشه که نباید شما پا تک بزنید. گفتم منم امتحان کنم. بفرمین، بفرمین، بشین. عمر آکاری، وکیل کریم. خیلی خوشبختم. حتما میپرسی چرا اومدم اینجا؟ بیا یه تخمینی در مورد غرامت بزن. غرامت چی؟ کریم نمیتونه رفتارش رو کنترل کنه. میدونم که شما هم از این بابت شاکی هستین. باید هم باشین. با اتهامات واهی مدام به بهونه‌ای میاد سر وقتم. اتفاقات اخیر از نظر ما دیگه غیر قابل تحمله، نمیشه تحملش کرد. حالا حرفتو نپیچون، رو که پوسکنده بگو منیر ترجی، برای چی اومدی اینجا؟ با وجود تمام مسائل پیشنهاد صلح میدم. نخندیم بابا، جدی میگم، جدی میگم. ادعای فاطمه رو قبول نمی‌کنیم، ولی برای اینکه این قضیه به خون و خونریزی نکشه بهتون پیشنهاد غرامت میدیم. یعنی تو الان واضح و روشن برای ساکت کردن فاطمه گل پیشنهاد پول میدی، درسته؟ من میخوام جلوی تنشو بگیرم، یه جور ضمانت مادام العمره. مصطفی مزاحمتون نمیشه، بچهای ما رو خودمون کنترل میکنی. آها، داری تهدید میکنی، یعنی میگی اگه از شکایتمون صفر نظر نکنیم مصطفی و بچه‌ها برای جونمون میشن، درسته؟ نه بابا جون، تهدید کجا بود؟ تهدید نمیکنم. در طول جلسه دادگاه خسته میشین، فرسوده میشین. وقتی این اتفاق افتاد از شکایتتون صرف نظر میکنی. من که میگم هر کسی از الان بره دنبال زندگی خودش. خیلی ساده است، از شکایت صرف نظر کنی. من حتی نمیتونم این بیشرمی به فاطمه گل بگم. ولی شما وکیل فاطمه گل هستین، مجبوریم بهش اطلاع بدین. فاطمه گل برای من فقط یه موکل نیست، دخترمه، دخترم، میفهمی؟ برای همین گروه تو از اینجا گم کن. خیلی زشته، به خدا خیلی زشته. بعدن که تو دادگاه التماس کردیم میانجیگری کنیم چی میشه؟ تو دادگاه یه کاری میکنم، التماس کنی. یالا به سلامت، پولاتونم برای آدم شدن خرج کنی، نه آدم خریدن. یالا ببینم بیرون. خیلی خوشبخت شدم قربان، خیلی خوشبخت شدم. عجب آدمیه، بی حیثیت، بی شرم. با این پیشنهادی که میدن معلومه اونا بیشتر میترسن. قطعاً